دوستان محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به هند سفر میکنه و به گفته مقامات افغان او در مورد مبارزه با تروریسم و همکاری هند با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با مقامات هندی صحبت میکنه پیش از این گزارش شده بود که قرار است افغانستان چهار هلیکوپتر روسی نو 25 و 25 را از هند نیز دریافت کند نتیجه این سفر در مقطعی زمانی چگونه خواهد بود حمایت ممکن نظامی هند از نیروهای امنیتی و ویژه نیروهای هوایی افغان چه تاثیر بر وضعیت امنیتی افغانستان خواهد داشت جت بررسی همی موضوع خواستیم با محترم سید فرهاد حاشمی آگاه امور سیاسی که هم اکنون در استودیوی کابل حضور دارن بحث بکنیم آقای حاشمی سلام بر شما و تشکر از وقتتان در حالی که حکومت وحدت ملی در آغاز متهم به گرایش بیش از حد و بیباکانه به سمت پاکستان شده بود سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به هند در اطور یک زمانی شما بیانگر چی تحول در مشه خارجی افغانستان میبینید سلام خدمت شما و بلندای تلویزیون آشنا صدای امریکا در افغانستان و خارج از افغانستان و کانې سفر در وضعیت او واقعته کې مردم افغانستان و در مجموع حکومت افغانستان قرار دره ارزښمن تلقی میشه البته ای سفر یک دورې جدیدی از مذاکرات مجدمتبر مردم افغانستان کې بعد از امضای تفاهم نامه بین حکومت افغانستان و وایسای و همچنان بعد از آغاز مذاکرات با طالبها ها در داخل پاکستان هندی فکر می که نقش از اینها کمرنگ شده در داخل افغانستان و دیپلماسی افغانستان با وصف که تعریف جامعی در آغاز حکومت اشرف برش دادن در پنج مرحله مگر هندی فکر می که واقعیت مسئله ای است که دیپلماسی یک جانبه با پاکستان است و ما نباید از, از این واقعیت شیمپوشی بکنیم که هندی حدی اقل در 14 سال آخر که صفحه جدید در افغانستان باز شده کمک های ارزنده ای داشتن در داخل افغانستان و زیاتر کمک هایشان به خاطر رفای مردم افغانستان بوده به خاطر تقویت نظام افغانستان بوده خصوصا در بخش ترینینگ در بخش کمک های با. مالی ساختار پارلمان جدید تعمیر پارلمان جدید و به می قسم ارادجات مختلف و فعلا یک خوشخبری است برای نیروهای امنیتی افغانستان خصوصا قوی افغانستان،, و افغانستان که واقعا از نبود تجهیزات رنج میبرند و تلفات میتن که فعلا چهار چرخبال میگ 25 این ها کمک کردن بر افغانستان انتقال بدن آقای هاشمی تشکر شما از تفاهم نامی که ممکن بین افغانستان و پاکستان و یا هم ادارات امنیتیشان امضا شده باشه یا نشده باشه بحث کردین آقای اتمر خودش یک چهره سوال برانگیز و بحث برانگیز در دوران بحث روی تفاهمنامی امنیتی بین و یا هم استخباراتی بین ادارات کابل و اسلام آباد بود شما چه فکر میکنین وقت روی چگونگی مبارزه با تروریسم در منطقه بحث میشه دستاورد سفر آقای اتمر به هند چگونه خواهد بود تا چه حد دستاوردش شما پرهزینه و, پر و یا هم پر دستاورد ایده ای سفر را بررسی میکنه خب در قسمت اول سوالتان به پاسخ از باید بگویم که نفس امضای تفاهم نامه بین حکومت افغانستان و سازمان استخباراتی ایسای واقعاً برای هر شهروند افغانستان سوال برانگیز بود به خاطر از, از که اگر از اطفال افغانستان هم پرسان کنین می که زیادتر مشکلات که فیلن در داخل افغانستان است از باعث پالیسی ها و دستندازی های بسیار مغزانی پاکستانی ها هستند و او هم به خاطر تامین منافع خودشان به هر قیمتی که بر افغانستان تمام شده باشه در مجموع نظر که در افغانستان اسی است که حکومت وحدت ملی در آغازین روزهای خود با یک شتاب تمام داخل صحنه دیپلماسی شد و خصوصا در باد دیپلماسی با های افغانستان و اشتباهی که حکومت‌های قبلی کرده بود او را تکرار کرد و ای باعث شد تا اندازه که نقش هند و بعضی کشورهای دیگهه هم به اشیه کشانده شوه و سبب رنجش خاطر بعضی کشورهای که مثل هند تشکر. بسیار یک همکاری تاریخی با افغانستان دارن باعث از او شوه در قسمت از اینکه چقدر موثر بوده میتونه فعلا ما فکر میکنم اعتبار تفاهم نامه از بین رفته و گفتگوها به بنبست مواجه شده و مسئله سقوط کندوز واقعا خشم مردم هم برانگیخت و این مسئله را بر حکومت وحدت ملی ثابت ساخت که زدن و چنگ انداختن به دامن پاکستان فقط سبب تضعیف مردم دشترکن. افغانستان و از بین رفتن حکومت افغانستان میشه بنا ما امیدوار هستیم که پیام های مثبت و دستاورد های مثبت از این سفر نماینده های افغانستان داشته باشند آقای هاشمی تشکر از وقت شما روز خوش خدا نگهدارتان